شما بیننده برنامه صبح و زندگی به گونه زنده هستین. بازم سلام، صبحتان بخیر باشه. ما اینمی لحظه به درب ورودی پارک شهر نو هستم. اگر اشتباه نکنم در روز چهارم زلزله زدگان هرات قرار داریم. یعنی ای که از زلزله بسیار خطرناک و وحشتناک و غم‌انگیز، یک تراژدی تمام عیار، چهار روز میشه در چندین ولسوالی هرات، هرات را بسیار زیاد تکان داد، بخصوص ولسوالی زندجان هرات. تا یک روز قبل، یک و نیم روز، یک روز قبل هم تا 11,000 نفر کشته و زخمی بر جا گذاشته بود، اما روز به روز بیشتر شده میره، چون کسایی که در زیر گل و خشت و سنگ و ریگ ماندن هنوز. ما در غم مردم هرات شریک هستیم، سخت اندوهگین هستیم، ناراحت هستیم، اما آنچه که رضای پروردگار باشه نیم ثانیه هم به جای نمیشه، همون میشه هرچی که رضای پروردگار باشه. به هر صورت بیاییم که دعا بکنین برای زخمی ها، برای کسایی که جانشان عزیز دادن، خداوند مغفرتشان بکنه. ولی در پهلویش کسایی که زنده ماندن از فامیلا، از اینا فعلا به سر و سرنوشت هستند، در اونجا خانه هایشان اصلا جایی برای بود و باش نداره. بیاییم که در کمک ها سهیم شیم، اگر از است ما یک افغانی ده افغانی میشه کمک بکنیم. در کابل هم در چندین جای گفته شد، در صفحات اجتماعی هم انعکاس پیدا کرد که در هر جای یک خیمه بگویم که یک خیمه زدن وطنی بگویم، یا هم در پلوش یک صندوق هم ماندن به خاطر از اینکه کمک جمع آوری بکنن. اینجا هم محل جمع آوری کمک برای زلزله زدگان هرات، هموطن در غمت شریکم، محل جمع آوری کمک در چند جای است. در اینجا نوشته است کمپانی، هتل پروان، تایمنی، چهارایی مارکت، سرای شمالی، ده افغانان، کوته سنگی، از طرف مجتمع علمی فرهنگی امید. خب هر مجتمع و هر نهاد که هست، خدا خیرشان بده که در ات روز با مردم هرات غم شریکی میکنن، خداوند عمر دراز نصیبشان بکنه. کسایی که در کابل هستین، ما بازم بر شما تکرار خواد کردم، اما خوب است که امروی مسئولشم کم گپ بزنیم. اینجا کسی که مسئول است اینجا وظیفه داره که باید از صندوق نگهداری بکنه. اینجا هم جمعواری کمک برای زلزله زدگان هرات نوشته کردن، اینی صندوق است، بیاییم که کمک کنیم هراتیای ما را. صبحتان بخیر باشه. باشه، صبح شما بخیر. صحت شما خوب است؟ الحمدلله، فضل خدا. تشکر. نامتان بگوید. نام من عبدالقهار خالد است. عبدالقهار خالد. بله. خب بسیار تشکر. چند روز است که اینجا خیمه را آوردین و این صندوق آوردین که در اینجا بوده باش میکنین و اینجا صندوق ماندین که مردم در اینجا بیا کمک بکنه، پول بندازه. تقریبا نزموج دوام اورس کیجه چې موږ دلته راغلی یو او خیمه مدرولې د لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د ښار په څو مختلفو ناحیو کې زموږ ژالته ملګري سته، او د پاره د راټولولو د کومک زموږ تاسو هیوادوالو ته هلته کمپاین کې، او انشاءالله تعالی به وګورو چې کوم څه شی ټولیږي، بیا به تر دوی پوره موږ دا څه رسوو انشاءالله تعالی. بخیر باشین. در امی دو روز چقدر پول جمع آوری کردین شما از امینجا که میاین دمی ورکشار نو میباشین؟ فعلا موږ ماسي مسؤلیت د دې لرو چې دلته راسو او دغه پیسې ټولو کړو. بیا هلته موږ لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، موږ خپله د یو امید مجتمع علمي، د امید کلتوري او علمي مجتمع اعضاو څخه یو خپله زه یو عضو یم،
نو البته بیا نور اعضا لري چې بیا هغه په سر کې د پیسې راټولوي الوتي ځای پر ځای کې یا کوم څه شی چې مثلا دلته یوازې د پیسو راټولولو کمپین نه دی او د خیمه چې موږ درولې ده دلته هر هیوادوال کولی سي چې هم که کمپل لري که تلتکان وي او که بوټونه وي جرابې وي دغه اولیه شان چې اوس په کار راځي هر څه کوم شی چې وي دلته زموږ سره شریکولی سي چې بیا موږ انشاءالله تعالی په شفافه طریقه باندې موږ هلته هغه خپل غمزبولو هیوادوالو ته رسو انشاءالله. یعنی که از صحبت های شما من ایره گرفتم که صندوق شما این جواز کده نمیتونین. او که صندوق نه کلیان از مش سرسته او نه هم مش کوله سج په صندوق باندې لاس او صرف از مش دغه مسولیت دی چې دلته ورتناشتی او دغه کم څه شی چې دلته جمع وری کیږي بیا ترغه مشتمی پوره ورسو. یعنی شما عمق وظیفه دارین که اینجا میباشین این صندوق اینجا است کسی که دایي پیسې انداخ این صندوق قفل داره یا به عامیانه بگویم قلف داره کلیش پیش شما نیست بعد از اینکه جمع آوری شد شما از خود مسئول دارین بازو میای صندوقا را جمع میکنه میبره صحیح او ماشم طرف ته بیا خپل مسئول راضی چاغه ټولوی دغه کم کس چې راضی ټولوی دغه سم کلی نه ده صرف ترغه ځای چې رس وی هغه به جلا مسئول لري او هل ته بیا خپل موږ ملګری ورته ټاکلې دي چې کلی دغه څه ده څون ملګری دي چې بیا هغه د پیسې را ټولوی او ټول حساب یې دغه سره دي چې بیا ترغه ځای پر ورسای بخیر بشین شما شوه مینجه میباشین نه د شپې تر تقریبا تر 8 بجې و بجې یا څنا وخت پورې دلته یو او بیا ځو راسته بیا بیګا برته راځو تا 7 بجې 8 بجې شو واستین بله صبح کی وخت چن بجې مې سهار تقریبا پر 8 بجې باندې موږ دلته ځنو را اتنی مې نه بجې باندې دلته ځنو را رسو او د خپل شان ځای پر ځای کو صحیح بخیر باشین بسیار زیات تشکر یعنی آمار دقیق برته نگفتن تا بال چقدر پول جمع کردین نه مشته دې سه پورا معلومات نه درا کړی بیا بل دا مش پښتنه نه د ځنی کړی چې څونه پیسې ټول سی اګه مسئله چې راسوړل سوې دی هغه دغه کې از ما مسئولیت خود اضافه سوال نکړین او اضافه سوال نه کړی خدا اجر نصیب تون وکړي مننه نو صرف د هیوادوال د پاره زما یو غشتنه ده د هنګ چې دې کچيري هرڅه کومک څه شي مرسته لري لکه څنګه چې متاسفانه ټول هیواد په دغه موضوع باندې خبر دی چې څو ورځې مخکې داسې یو طبي پیښه وسول زلزله وسول موږ ته تقریبا ډېر زیات هیوادوال شهیدان شول نو هر څوک دا زیاتو کم خو نه لري هر څوک خپل په اندازه باندې کار څه لري مثلا په کور کې یو څه شی لري یا نقد پیسې لري کولی شي چې دلته زموږ سره شریکي کې او دغه نهاد انشاءالله په ډېره شفافه طریقه باندې بیا برته تر هغه خپل ځای پورې رسي او هلته به تقسیمېږي زیات تشکر بخیر بشین خب خب تشکر از شما بخیر باشید بیادر بسیار زیاد تشکر از شما خدا اجر نصیب خیر باشه خانه در میشار نه نه خانه در چیز است گلای سی اول پیامتان بر مردم چی است پیام ما یک دست به دست بتیم مردم ما بیچاره است کمک کنیم برشان خوب میشه این چیزی که از واسطه از اگر دار پاس صدر پاس هر کس قدر واسط خود کمک کنه خوب است بخاطر از اینکه کل ما مسلمان هستیم مسلمان سره مسلمان حق داره که باید اینا مقدر مثال شو از مو قدر واس خود کمک کنیم دیگه یعنی می گفتنی ما دیگه خداوند کلا گیر توفیق بده بتونه کمک کنه بتونه دیگه اینکه نتونه سیم بره ما از نزدیک کمک کنیم دیگه حداقل مو شرایط زندگی است دیگه مشکل دیگه هر کدا جنجال خود بند است دیگه خداوند برشان صبر بده دیگه به شهیدا خداوند صبر جمیل با کسایی که رفته خداوند واره جنت فردوس نصیب کنه که بازماندگانشان خداوند صبر بده تا نکنه همی که آدم اگر دلش میگه دل بسوزه از چشم کور او میره از راه دور میشه هیچ مشکل همه طور از خداوند دیگه قبول کنه دیگه قبول بخیر بشین تشکر از شما هم که برنده گزارش شما بودین بیایم که حداقل اگر 10 افغانی هم میتونیم کمک بکنیم کسایی که در زلزله هرات متضرر شدن خانه و کاشانشان از بین رفته هیچ چیز باقی نمانده خداوند اجر نصیبتان بکنه همه تانه ما یک چیز به یادم آمد امو میگه چه عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار دقیقا متر از افغان هستیم از درد یک افغان خود نسبت به هر کسی بیشتر احساس میکنیم درک میکنیم و میاییم که چه رقم درد میکشن بر زخمیان شفا عاجل بر کسایی که جانشان عزیز دادن خداوند مغفرتشان بکنه دعا میکنیم
شما و استیدیو صبح زندگی یک موضوع را میادتان نرکه، کسایی که در چهار طرف پارک شهر نو هستین، طرف مکرویان هستین، پارک شهر نو امینجا است صندوق کمک، بیاین امینجا مردم را تا کمک بکنه.